شما مبارک. عید شما مبارک. اسعد الله ایامکم. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. به مناسبت عید مبعث و برانگیختگی پیامبر اکرم میخوانم سرچشمه خروشان عشق و معرفت. او کسی است که در میان ناخوانایان، در میان بیسوادها یکی رو از نوع خودشون، از جنس خودشون برانگیخت به رسالت و به مأموریت که بخواند و بخواند آیات و نشانه های خدا رو بر اونها و یزکیهم، و قبل از هر چیز برای اینکه بشنوند و شنوا بشوند و به پاخیزند آنها را تزکیه و پاک نماید، و سپس یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب رو، راه و رسم رو، آیین رو و قانونمندی ها رو با آنها بیاموزد، و به خصوص در مرحله بعد حکمت رو، یعنی پایه های مستحکم، اصول ثابت، اصول راهنما و رکن‌های رکین آفرینش، تکامل و طی طریق رو به آنها بیاموزد، در حالی که قبل از اون در گمراهی آشکار بودند، در جهل و گمراهی به سر می بردند. برای شما ها لازم نیست که از جهل و گمراهی و ستمی که در آن روزگاران در شبه جزیره عربستان جریان داشت مثال بزنیم. تازه الان وضعیت چگونه است که در آن روزگار. خب، هدف این بعثت و برانگیختگی، هدف این مأموریت و رسالت انبیا چیست؟ در جای دیگر در سوره حدید خدا خودش تصریح کرده که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، با بینات انکارناپذیر اونها رو فرستادیم به مأموریت، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، کتاب، آیین نامه، قانون و شاخص، شاخصی برای منحرف نشدن و چپ و راست نزدن. همه اینها چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم قیام کنند به قسط، به خاطر قیام، تا قیام بکنند خلایق، حرکت کنند
به جانب قسط، مرحله‌ای در ماورای عدالت. اگر شاخص عدالت رو بگیریم هر کس به اندازه کارش، مرحله بالاتری هم هست در تکامل اجتماعی، فاز بالاتری هم هست که شاخص اون رو هر کس به اندازه نیازش مشخص کردند. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، چفت همین مأموریت و رسالت انبیاء، انزلنا الحديد فيه بأس شديد، آهن با استواری و نیروی سخت، با استحکام و ایستادگی خدشه‌ناپذیر، اشاره و بیان و کدی که معناش برای همه مجاهدین و ارتش آزادی بخش از دیرباز روشن بوده و نیازمند توضیح نیست. و امروز مبعث آقای ماست. یک طوری هماهنگ با قیام مردم ایران در روزهایی که هر کدومش به دلیلی ثبت شده، چون در این حال در شب 30 تیر هم هستیم، تأسیس شورای ملی مقاومت ایران در تهران در سال 1360، 28 سال پیش، که پیام تأسیسش رو همون شب همون جا در تهران من دادم. 30 تیر 1331، قیام مردم ایران رو در روی رژیم شاه و دربار سلطنتی و استعمار، برای اینکه این بار مصدق فقید پیشوای نهضت ملی رو به عنوان نخست وزیر منتخب بر روی دوشهاشون به جایگاه خودش برگردونن، چون که شاه و مهره های انگلیسی دربار توطئه کرده بودند برای کودتا علیه مصدق. کاش که در اون روزگار هم مصدق بعد از قیام 30 تیر 1331، که 13 ماه بیشتر دیگه وقت نداشت تا کودتای 28 مرداد 1332، کاش که تشکیلاتی و ارتشی از فرزندان رشید مردم ایران می داشت که در این صورت هرگز اون کودتای سیاه و ننگین به ثمر نمی رسید و مردم ایران و فرزندان رشیدشون می تونستند پیشوای نهضت ملی رو همچنان در رأس خودشون داشته باشند، پیشاپیش خودشون داشته باشند، در حالی که از کودتای 28 مرداد سال 32 تا 57، 25 سال و الان هم